چندین سال قبل از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ایران، فعالان جنبش زنان از طرق گوناگون و به خصوص به وسیله کمپین 1,000,000 امضا مطالبات خود را نه تنها به گوش دولت رساندند، بلکه با توزیع دفترچه‌های راهنما و حضور فعالان در میان مردم سعی در آگاهی بخشی داشتند. مطالبات زنان در دو محور پیوستن ایران به کنوانسیون بین الملل رفع تبعیض علیه زنان و تغییر قوانین ضد حقوق زنان خلاصه می شد. اما با نزدیکتر شدن به انتخابات ریاست جمهوری دو سال گذشته، زنان از همه اقشار گوناگون زیر یک پرچم تحت عنوان همگرایی جنبش زنان جمع شدند. در بیانیه آنان آمده بود: ما می خواهیم گفتمان دولت مردانه را که معمولاً در فضای انتخابات غلبه دارد، از راه مسالمت آمیز به سمت تحقق نیازهای جامعه مدنی و به خصوص مطالبات معوق مانده زنان سوق دهیم. اما پس از انتخابات و اعتراضات مردمی به نتیجه اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی، بسیاری از زنان بازداشت شدند. برخی ناچار به ترک ایران و تعداد زیادی نیز به علت مواجهه با احکام تعلیقی مجبور به سکوت شدند. هرچه سکوت و سرکوب بیشتر شد، زنان در حوزه‌های رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی فعال‌تر شدند و توانستند نشان دهند که با تمام فشارها آنها همچنان خواستار برابری جنسیتی از سوی و تغییر در قوانین ضد زن از سوی دیگرند. روشنم با سلاح دین دگر آتش